رادیو همراه، بفرمایید. آقای دکتر سلام. سلام، بفرمایید. اولا که خسته نباشین، بعد من به نظر خودم دوست ندارم شما رو آقای دکتر صدا کنم، دوست دارم شما رو فرشته نجات صدا کنم. در حال من دیدم دو تا بال در آوردم، پس این بوده داستان. ولی بس که از جهنم گریختم چون سوخته. میشه لطف کنید نزدیک گوشی باشه چون یه ذره صداتون قطع و وصل میشه، نمیخوام اون باشه. بفرمایید. من با موبایل تماس میگیرم و گوشیم چسبوندم به گوشم. آقای دکتر، من از نیوزلند تماس میگیرم با یک دنیا داستانای تخ. یه وقتی نمیدونم، جرأت نمیکنم حتی برای خودم تکرار کنم زندگی نامم، چه برسه برای بقیه. برای چند ماهی که من صدای شما رو تو اینستاگرام گوش میکنم، مطالبتون رو، عاشق این، یعنی بزرگترین آرزو بود که یک روز بتونم با شما حتی رو در رو حرف بزنم، چون میبینم که چقدر چنگ گوش میکنید، چقدر قشنگ درک میکنید آدم های گم شده امثال منو. آقا دکتر، من 52 سالم، 5 بار ازدواج کردم. بارکلا. این شما این همه گم شده بودید، این همه چجوری شوهر پیدا کردید؟ شما تفنگ و شکار چی بودید خانم؟ نه آقای دکتر، هیچ کدومش دنبال شکار نبودم. پس چجوری شوهر پیدا کردید؟ جان؟ متاسفانه نمیدونم چرا من مهره مار دارم، مثلا خواستگار زیادی دارم. نه، ما اسم این مهره خار نیست، اسم این تفنگیست که میزنید این بیچاره رو میندازید. بنابراین شما همه رو بیهوش میکنید، عقل از سرشون میپرونید، مهرمار عقل از سرشون میپرونید، خلوچل میشن، میان با شما ازدواج میکنن. اگر سرنوشت آدمی که 5 دفعه ازدواج کرده خیلی بده، خب نمیدونم، پس اگر کسی 10 دفعه ازدواج کرده باید خیلی بدتر باشه. شما فرمودید نیوزیلند هستید؟ من نیوزیلند هستم، بله. چه مدتی از اونجایی؟ من حدود 17 سال اومدم نیوزیلند. چند تا از این شوهرها رو در نیوزیلند داشتی؟ چند تا رو خارج از نیوزیلند؟ 3 تا ایران داشتم، 2 تا در نیوزیلند. اوکی، 3 تایی که در ایران داشتی طلاق گرفتی در نیوزیلند یا اینکه با یکیشون رفتی نیوزیلند؟ نه، من خودم بودم، طلاق گرفتم منم نیوزیلند. اوکی، حالا شما من بفرمایید از همسر اول، دوم، سومتون در ایران چند تا فرزند دارید و مال کدومشونه؟ همسر اولم 40 روز زندگی کردم، از ایران رفت، هرگز برنگشت. همسر دومم 8 سال زندگی کردم، به علت اعتیاد که داشت من جدا شدم. و با همسر سومم که ازدواج کردم 2 تا فرزند دارم، به مدت 5 سال تفاوت سنی. و من اومدم نیوزلند، قرار بود اون بیاد که اقامت من 9.5 سال طول کشید. اون خودش رو پنهون کرد، فرق اعتیاد شده بود و من طلاق غیابی گرفتم. الان فرزندهای شما پسرن یا دخترن و چند سالشونه؟ دو تا دختر دارم، یکیش 20 سالشه، یکیش 26 سالشه. و اینا با خود شما هستن در نیوزیلند؟ بله. و هر دو چی خونده؟ دو ساله بود من آوردم با خودم، بزرگم تقریبا 7 ساله بود آمدیم نیوزیلند. خب اون وقت دختر بزرگتون چی خونده و ازدواج کرده یا نه؟ نه، بیزینس مارکتینگ خونده، بعد نه ازدواج نکرده. 6 ماه پیش به کمک من خونه خرید و موقعیت خونه خودش، یه فلاتمنت، یه خانمی همکلاسیش بود، باهاش داره زندگی میکنه. و برای دختر دومم 1 ماه پیش خونه خریدم. البته کارم هستن، این نیست که فقط من. نه، اون متوجه هست، اون که مهم نیست. خب. بله، اونم 20 روز دیگه میره خونه خودش. اوکی. دو تا همسری که در نیوزیلند خواب کردید ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟ نه، نیوزلندی بودن. نیوزلندی هست. من با همسر دوم، پنجمم دارم زندگی میکنم. اوکی، همسر پنجم. اوکی، چند چون چند سالشونه؟ 62-65 سالشه، از من 13 سال بزرگتره. اوکی، ولی خب تا به حال که هیچ زندگی عجیب و غریب نبوده. شما فقط همسر اول بعد از 40 روز فراری دادید، همسر دوم بعد از 8 سال بالاخره با اعتیاد بیرون انداختید، سومی هم همینطور. همسر اولم فراری ندادم، همسر اولم از ایران رفت که منو ببره، نرفت.
نبرد و من 4 سال کشید تا طلاق بگیرم. حالا اونا که گذشته دیگه، حالا شما خودتون بعد از این همه مدت که تو نیوزلند هستی درگیر گذشته ها نکنید. الان مسئله و مشکل چیه که شما؟ مشکل من با مادرمه آقای دکتر. ایشون کجا هستن؟ عاشق مادرم بودم. نه نه صبر کنید. ایشون نیوزلند. چه مدتی توردید نیوزلند؟ 5 سال و نیم آوردمش نیوزلند. ممکنه من بفهمم شما چند تا خواهر برادرید؟ و شما چند دومی هستید؟ ما 6 خواهر برادر بودیم. یه برادرم به علت اعتیاد فوت کرد. من بچه 4مم از برادر اولی. نه اونو مهم نیست. خب برای چی مادر رو آوردید؟ مادر در چه سنی هستن؟ مادرم الان 75 سالشه. خب برای چی آوردید؟ چون مادر من خیلی مشکلات روحی با برادر خواهرم داشت. ما خیلی اذیتش میکردم و سختی که پدرم تو زندگی داشت. پدرم دیگه مریض شد، بردن خانه سالمندان. من مادرم رو دعوتنامه دادم اومد نیوزلند که پیش من. من عاشقانه آقای دکتر، من هر چی اینجا از اون حقوق، چون من 9 سال و نیم اقامت نداشتم، زندگیم خیلی راحت نبود. هر چی که با چنگ و دندون به دست می آوردم می رسانم برای مادرم، چون می گفتم اصلا بدون مادرم زندگی برای من مفهومی نداره. یعنی چی از این شعارا چیه؟ سب کنید شما 4-5 دفعه ازدواج کردید، 2 تا دختر دارید، تو نیوزیلند هستید، خودتون اونجا هستید، شوهر نیوزیلندی دارید، زندگی من مادرم، این حرفا یعنی چی عزیز؟ این چیزا که میدونی من باش راحت میشم. یعنی چی؟ هیچ کس قرار نیست زندگیش مادرش یا پدرش یا بچه‌ش باشه. اشتباه میگم آقای دکتر. خب برای چی هنوزم دارید میکنین؟ شما ایشون رو کشورش بوده، اونجا بوده، یه کمک مالی میکردید، میتونه زندگیشو بچرخونه. بعد با خواهر برادر شما که دشمن مادرتون نبودن که اذیتش کنن. بودن آقای دکتر. یعنی چی؟ وحشتناک بینشون مشکل بود. وحشتناک. خب قطع میکرد، مادر رابطه رو قطع میکرد. نه اذیت هم نکنید. نه من نگید که تو من زندگی میکردن آقای دکتر. خب جدا میشد. شما کمک میکردیم میتونید جدا. حالا آوردیدشون. خب الان مشکلتون با مادر چیه اینجا؟ همینه میخوام عرض کنم. من حدود 3 سال پیش به یه مقدار پولی فرستادم ایران. به برادرم گفتم که این، به مادرم گفتم پول بذاریم تو بانک، ما بهرش برای تو باشه. گفت نه بذاریم به حساب برادرت و ما به اون اعتماد میکنیم. با من کلا همه میدونم مادر من پسر. شما برای چی صبر کنید؟ شما مادرتون رو آوردید اونجا ازش مراقبت کنید، برای چی پول فرستادید ایران که به برای مادرتون باشه؟ مادر شما که با شما هستن. من نمیفهمم. نه نه من نمیفهمم عزیز من. مادر شما 5 سال و نیم اومدن نیوزیلند برای شما، شما از نیوزیلند پول میسید ایران که برم مادرتون بهرشو بگیره. من نمیدونم مادر شما که اینجاست برای شماست. توی وقتی که میخواست بره ایران، هر وقت میرفت ایران بهش پول میدهید ببره، پس انداز براش باشه تو ایران اگر یه روزی خواست بره. خب پس انداز شما نگه هم داشتید هر وقتی میرفت بهش میدهید ببره؟ دیگه نکردم، اشتباه کردم دیگه. یعنی چی اشتباه؟ مثل که من بخوام پول بدم به برادرم، بدم به همسایه‌مون؟ اینا اشتباه نیست عزیز. به اشتباه چه ارتباطی؟ خب حالا شما پول دارید، مادر گفت بدید به برادر، دارید به برادر، بعد چی شد؟ آره. بعد که برادر من به اصطلاح اون پولو حالا به هر دلیلی از بین برد، برای خودش بیزینس زد و من به مادرم گفتم که ببین من مبلغی که دادم این قیمت بوده. مادرم گفت نه. به هر حال مامان من گفتش که من تو یه باغو میدم به جای این پولی که دادی. من اون باغ از مادرم خریدم. خب بعد مادرم که رفت ایران گفتم ببین حساب کتاب کن، ببین پسر من. مادر جون تو این 5 سال و نیم برگشتن ایران؟ بله بله، تا رفتن ایران 3 بار رفتن. کی رفتن؟ برگشتن. برای چی میرفتن؟ همون موقع که این مشکل برای چی میرفتن؟ برای چی میرفتن؟ نه برای چی میرفتن ایران عزیز؟ رفت ایران که به قول خودش حساب کتاب در بیاره دیگه. کدوم حساب کتاب چیه در بیاره؟ همین که به پسرش داده بود، همین پولایی که پسرش. یعنی شو آدم از نیوزیلند پاشه بره اونجا ببینه پولی که به پسرش داده که اتبارا خرجه. خب اینجا خیلی بینمون مشکل بالا گرفت آقا دکتر. بینمون دعوای وحشتناکی پیش اومد. شما که از عشق و عاشقی میمردید برای مادر، برای چی دعوا کردید سر پول؟ وقتی من خب اجازه بدید من بگم این داستانو. بعد وقت شما اصلا تو داستان اصلا عجیب و غریب و بی‌معنی عزیز، معرفی ندارم با کمال میل میشتم. بی‌معنی تره. خب پس برای چی میخواید داله بحثش کنید؟ شما که خودتون میدونید چیزی غلط بوده، میخواید چی توضیح بدید؟
مادر خب شما من میخوام الان برای این بی رابطه، خود مادر اومده اینجا، بعد مادر رو بره ایران که بره به حساب کتابا برسه. و برای من چقدر پول این بود، این چیزی که شما فرستادید به پول ایران یا 120 دلار میلیون بود، 120 میلیون بود 5 سال پیش. 120 میلیون 5 سال پیش مثلا فرض کنید بوده 4000 دلار، نه به شیش پول هزار نیوزلند بود 20,000 دلار. خیلی خب به پول نیوزلند، به پول ایران مثلا من دلار امریکایی، من پول نیوزلند رو نمیشناسم. الان رابطه نیوزلند با دلار چه، چند نیوزلند چند دلارش در مساوی یه یه دلار؟ دلار شما یه دلار نیمه ماست. اوکی، بنابراین شما اگر اونو فرستادید چقدر فرمودید فرستادید؟ بیست تقریبا چقدر؟ 20,000 دلار بود، خیلی خب، 23,000 بنابراین شما پول، چهار دلار. شما پولی که 24000، پولی که شما فرستادید 17-18000 دلار امریکایی بوده. خب بعد آقایی که شما باشی، مامان من رفت ایران، من گفتم ببین فقط بشین به پسرت بگو که این حساب کتاب چی بوده، چرا نمیخوای باهاش حساب کتاب کنی؟ آقای دکتر، مادر من گوشی رو جواب داد به من، بدترین حرفای رکیکی که مثلا شاخ در آوردم حق داشته، به من، بدتر. حق داشته، بلکه شما بی خودی رفتید توی کارگری پول فرستادید، برادر و پسر و مادر با هم به هر جایی رسیدن، شما چیکار دادید؟ حساب کتاب اینه که برادر پولا رو از بین برده. تمام شد. یعنی بعد 30 سال که بچهش این همه مواظبش بوده بهش حرفای رکیک میزنه، بلکه شما یه بی بدترین خودی فوشا. پاپی، شما پاپی یه مسئله شدید. بدترین فوشا که این مادر شما، همین مادری که عاشقش بودید، همین مادری که بچه ها اذیتش میکردن. آخه شما اگه چرفتون هم نمیخونه قربونت برم، مادر شما اگر زن خوبی است که چرا اون حرفای رکیک رو به شما زد؟ ای زن بدی است که بچه ها اذیتش نمیکردن، اون بچه هاشو اذیت میکرده در ایران، شما برای چی آوردیدش؟ آره بعد چی شد؟ ایشون از اونجا اون حرفای زشت رو زدن بعدش؟ آره از اون حرفای شو من زن. آقا دکتر، من اصلا انقدر که حالم بد شد که من از 14 سالگی کار کردم آقا دکتر، زحمت کشیدم، درس نخوندم، زحمت کشیدم، زندگی خوبی نداشتیم، زندگی آرومی نداشتیم، هیچ کدوم از ما درس نخوندیم، پسرای یکی بدتر، خواهرم از من زحمت کشتر، هیچ کدوم به جایی نرسیدیم. من حتی تو بچگیم وارد دست درازی برادر بزرگم شدم، پسر عمم شدم، پسر یکی از مستجرا، تمام اینا برای من مثل کابوس هنوزم هست. خب من رو معلومه، بدتر بنابراین مادر بزرگ شما کردم. نه مادر دانای آگاه مهربون نبوده، نه پدر نه مادرتون، دو تا خلوچل بود همجوری بچه بردن. بنابراین چرا اینقدر پس اول قربون رفتن و من میمیرم برای مادرم و اینا رو میگفت؟ اینا چی هست؟ همین هست که میگم خالی و بیمانیه جان. آقای دکتر، من مادری که از با بچه‌هاش خودم مراقبت مشکل نمی‌کنه، دارم. خب پس آره بنابراین بریم نمی‌کرد سراغ. واقعا آقای دکتر. من الان با اوکی، خودم باید چی کار کنم؟ من با خودم هیچی، می‌جنگم. دست از این بازی بردار، هیچی، گذشته رو خاک کنید، به دنبال کار رو کنید. این گذشته ای که به قول شما اینقدر بده، مادر اون گونه و برادر اون گونه و 5 تا 4 تا شوهر اون گونه و الان جا برای چی آمدید نیوزلند؟ 2 تا دختر دارید، شوهر دارید، بشین زندگیتون بکنید. با کار ایران چی کار دارید شما؟ با خواهر برادر چی کار دارید؟ با مادر چی کار دارید؟ مادر الان کجا هستن؟ برای شما هستن یا برگشتن ایران؟ بله متاسفانه، بله، رفتن ایران، دوباره همون روزگار رو دیدن، دوباره همون بیپولی ها و مشکلات رو من برشون گردوندم، چون واقعا جای تاسف بود که بذارمش ایران بمونه. اوکی، الان که اومده آقای دکتر، من نمیگم از من تشکر کنه، من اصلا نمیگم کسی برای کاری که براش میکنی از تشکر کنه، اینقدر بیمنت نباشن آقای دکتر. خب هستن اینقدرم نگن که من به خاطر اینکه خودم خوب بودم خدا من آورد نیوزلند، خاطری که خوبیایی که به مردم کردم. باریکلا، من نمیدونم معلوم مادر، معلوم مادرتون، معلوم مادرتون مثل شما حرفاش حسابی نیست، یه چیزایی سر هم میکنه. بعدم خدا بیکار بوده ایشون فرستاد نیوزلند، چرا بقیه مردم خوب ایران نمیفرستن نیوزلند؟ حالا روی خط باشید ببینم شما خود با این بحثا به کجا برسید عزیز. بی خودی خودتو درگیر چه بحثی، چه حرفی، چه صحبتی، چه دفاعی، حرفا خالی بی معنی، فقط شعار عزیزم، تو شعوری که نیست که من مادرم اینجوری است و مادرم باید میوردم و اونجا زندگی براش بد بود. خب بود که بودم، اینه که بوده. بازم که وقت نه، خواهش میکنم، من فقط همینجوری حیرون و سرگردون موندم که شما واقعا چه زندگی داشتید و چگونه زندگی کردید. خب
به من بفرمایید الان موضوعی که مایلید مطرح کنید چی یا پرسش یا سوال چی عزیز؟ آره، بخواستم اینم آقا دکتر، من باید رابطه‌مو با مادرم ادامه بدم یا نه؟ چون ما هر خواهشو بار با هم شما ایشون رو هر بردید کنار خودتون، اونجا میخواید چیکار نه کنید تو نه 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 نیوزیلند؟ نه نه تو خونه من زندگی نمیکنه، خوشبختانه خونهش کجا جدا. زندگی مون؟ ولی من اینو میخوام بگم آقا دکتر، من وقتی هر بار که ما میشینیم حرف میزنیم، اصلا به هر دلیلی، اصلا ناخودآگاه تمام اون، یعنی انا مامان من وقتی عصبانی شد ایران به من زنگ زد گفتش که من امیدوارم که شوهرت ورشکست بشه و تو خیابونی بشی، خود فروشی کنی برای زندگی. اوکی، و بسیار این خوب. واقعا سنگین ترین نفرین، یعنی نفرین که مثلا اعتقاد به این حالا کسی اگر دارم یا نصب نه. کنیم، من اگر به مادر بگم چرا این حرف راجع به دخترتون میزنید، من چی میگم؟ میگه که چون دختر من به مادرشون فوت کرده، که من گفتم حالا که تو پول منو به اصطلاح حساب کتاب نمیکنی، منم مرده تو رو بالا پایین میکنم. مثلا حرف مادر، یا اصلا حرف مادرش رو زدم. مادرشون 13 ساله بودن که اینو به زور به پدر من شوهر میدن، بعد پدر من یه آدم بد اخلاق، بعد بدجنس، حالا بعد کاری با دیدن اون این ندارم. مادر. بنابراین شما خب این برگشتید دلیلش همینه فقط. به مادرتون برگشتید گفتید که من مادر تو رو از قبل بیرون میارم، پایین و بالا میبرم، من نمیدونم یعنی چی. تازه نگفتم، نگفتم خب مادر شده، گفتم مردت رو بالا پایین میکنم، خب حتی که مردت اصابه شدم زدم خب شما خودش، حالا مادرش رو فوش دادم. خب خب نه مادری که صبر کنید، پلیسی، چطور شده؟ من ما قراره وقتی عصبانی میشیم مردم فوش بدیم بعد میگیم به ما چه عصبانی شدیم؟ شما چه عصبانی شدیم؟ من آدم میتونه با مادرش عصبانی بشه از این حرف ها. حالا زدید، اونم زد، خب چرا اینقدر جدی گرفتی؟ خب دیگه نه، آدم به دو بچه خودش این همه حرف رکیک میزنه آقای دکتر، آدم به به همین مادر باید. خودش این آدم به مادر خودش همچی حرف رکیکی میزنه؟ من حرف رکیکی نزدم که، من به اون مگه گفتم تو زن هر جایی، خب حالا فرقش چی؟ مگه شما برای تو تمام این مهمه؟ ایشون تازه هر جایی نگفته، گفته امیدوارم اینقدر بی پول بشی که اینجوری بشی، نگفته شما هر جایی هستید. نه نه گو اونا رو هم گو آقا دکتر، نمیخوام همه رو تو اوکی، رادیو نه نه خیلی نمیخوام بفرمایید. منم خیلی خوب، مادری این مادری بود که شما اونقدر تبلیغ نمیدونم مرش میمیرم کردید، بعدم آره برای نه نجاتش از کردم. دست خواهر برادر آوردش نیوزیلند. آره منم از همین تعجبم، برای همین برام سخت آقا دکتر. الان که تا زمانی که بهش کمک میکنم، به برادرم پول میفرستم، میگاره نمیدونم خدا بهت علم میده بل میده تو، مثلا آقا دکتر تا میخواد ایشون من دعا ارتباط، کنه، نه ایشون من ارتباطاتی با تمام خدا داره. شما میشه لطفا فکر کنید که این دعا کار میکرد که کار میکرد، کار نمیکنه، نفرین هم کار نمیکنه. چرا حساسی؟ میخواید الان شما هرچی میخواید من نفرین کنید، دورم نمیشه. نه من اصلا آقا دکتر حرف نفرین و دعاش نیست. خب پس چی میزنه؟ من خب میگم شاید هر دارید بار با میگید من خیلی خوب، حرف، ایشون داره این حرفا رو میزنه، اهمیتی نداره، خب بزنید. مادر شما مثل خودتون حالش من خوب میخوام نیست. ببینم، من اصلا میتونم، یعنی درسته من رابطم با این قطع کنم کلا، من میگم ما هم نمیدونم، دیگر اصلا نبینیم. خیلی خوب، من نمیدونم، هر جور دلتون میخواد بکنی. اینکه راه حل علمی که نداره، برای که من نه شما رو میفهمم نه ایشون رو نه رابطه رو. برای شما مادرتون از نیوزیلند آوردید، از ایران آوردید نیوزیلند گذاشتید، میگید برادر میخوام باش خط بکنم. به شما به 100 تا آدم ایرانی و نیوزیلندی بگیرم جوری ما تو مبهوت میمونن. تو که نمیخوای با مادر رابطه داشته باشی، برای چی اینجا آوردیش و چرا بازم میاریش؟ مونده مجبور خودش مونده دکتر، به من باشه، من میالو فرستمش ایران، جا نداره بره ایران، نه خونه نه پولی نه زندگی. لباس شما رفتی چیکار سراغ چه میکرد؟ ایران؟ که نمیگم شما این کارو بکنید. ایشون الان اونجا خونه و زندگی داره، کار داره؟ نه نه نه، اینجا که حقوق به سالو برسید، چی میگن حقوق هم بنفیت بهش میدن. اوکی، بنابراین شما آوردیش بنفیت. اگر ایشون راحتتر و راضیتره که اونجا باشه، خب باشه. شما هر کسی رو میتونید کمک کنید که تو ایران راحتتره یا تو نیوزیلند راحتتره، کمک کنید که همونجا بمونه. شما این حرف این است که در ایران هیچی نداره، اینجا داره، حرف شماست، حالا بمونه. حالا دکتر، حالا من سوالم از شما بود، من با خودم الان درگیرم که اگه حرف نزنم به قول شما ترحمه، این دیگه عشق مادری بین من و اون نیست. معلومه نیست، شما هیچ وقت نبوده اصلا چیزی به اسم عشق مادری، اولا من معتقد نیستم وجود داره، محبتی از لطفی از مهری از شما که اونم نداری. تموم شد که تموم شد، چه اهمیت داره؟ این موضوع مهمیه،
مگر آدم ها به خاطر اینکه مهر مادری ندارن میمیرن. ما که بیماری ما نداریم عزیز. مهر مادری ندارید که ندارید، مادرتون رو دوست ندارید هم ندارید، طوری یعنی نمیشه. چیکار میتونم بکنم؟ هیچ کار نکنم؟ من نمیدونم با خودم مخصوص شما تکرار کنم، همین تکرار کنم اصلا ناخودآگاه برمیگرده. آقای دکتر، شما 30 سال یه بچه رو بزرگ میکنی، بعد 30 سال بلند میشه با خنجر پشت میزنده، حضرت نمیده. آقا دکتر واقعا خب باشه، خب واقعیتی است که دنیا اینجوریه. شما فکر وقت آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم. من همسرم خیلی مهربونه، خیلی خیلی دوست داشتنیه. ما الان حدود 2 سالی است که اصلا هیچ رابطه جنسی نداریم و چرا؟ خودش هم ناراحته. شما فکر چرا؟ می‌کنید به خاطر چا؟ ایشون چند سالشه؟ 65 سالشه. خب ایشون وقتی بهش بگید خب رابطه جنسی کی نمیخواد داشته باشه، شما یا ایشون؟ نه اصلا هیچ حسی نیست در موردش، ایشونه. اصلا هیچ حسی نیست. ما مثل واقعا مثل خواهر برادر، شاید خیلی امتر کنار هم میخوابیم. خب نیست که نیست. حالا مشکل چیه؟ خواستم بگم یعنی راست میگید، مشکل چیه واقعا؟ خب یه کسی است که حس و احساسی نسبت به شما نداره، از زندگی با شما خوشحال و راضیه؟ آره خیلی منو دوست داره، خیلی. خب پس اگه دوست داره چرا با شما من رابطه نصب کنید؟ اگر شما رو دوست داره چرا با شما رابطه نداره؟ میگه هیچ حسی ندارم دیگه، اصلا میگم خب پس چه دوست داره؟ چه دوستی من که هست؟ من با زن خوشگلم خوشهیکلم. نه حالا تبلیغات، نه تبلیغ نکنی. نه ایشون گفتم شاید از یه خواست شما میکنه برای من بتونه. ایشون حتما پیدا ریخته هست. شما به من میفرمایید ایشون منو دوست داره ولی نسبت من حس و احساس نداره. من میشه عزیز، معنی داره این حرفاتون؟ یعنی جو اینم بازی حرفه؟ یعنی شما همینجوری قربونه دید چیزایی میگی دیگه. حالا اگر ایشون به شما حس و احساس من ایشون که نیوزیلندی هم که میتونم برنامه رو به انگلیسی اداره کنم. حالا به من بفرمایید که شما به ایشون حس و احساسی دارید؟ من دارم، بله. حالا خب برید سراغشون، چرا نمیدید؟ خب هیچ اتفاق نمیفته. خب پس بنابراین ایشون به شما حس و احساسی نداره، چطور میتونه بگه دوستت دارم؟ I'm talking to the doctor. You know, he's... جان؟ اما اینستاگرام آلیسن اولز یه لحظه کوش خدمت باشه. من که نمیتونم با ایشون صحبت کنم عزیز. عزیزم این برنامه رو زبون سوال شما دقیقا از خودش میخوام بپرسم. چه سوالی ازم؟ فایده این گفتگو چیه؟ میخوام برم خب هر جواب سوال من چی میشه؟ آخه الان شما چه جواب سوالی؟ خب بعدا با هم حرف بزنید عزیز. شما چرا خودتون رو بازید؟ He doesn't love you. من که بودم doesn't love you, he doesn't want to have a sexual relationship with you. Well, he doesn't want to do that. آقا دکتر میگه من خیلی استرس دارم تو زندگیمون. راست میگه، از دست شما معلومه. میگه شما هر کسی رو خود چرا دیگه نبی خودی نبود اول تو. نه به خدا منو نمیگه آقا دکتر، اصلا استرس من نیستم. خیلی خوب، پس منو این استرس چیزای دیگه زندگی بخر و ببر و بیار و بذار و بردار. ها اینا استرس به وجود میاره. من نمیسم آدم ها بخر و ببر و بیار و بذار و اینا استرس بیاره. اوکی برای شما، برای خودتون یه دنیایی دارید دیگه. برای خود نمیدونم شما چرا سر از نیو ممکنه من بگید سر از نیوزیلند برای چی در آورد؟ شما معلوم خود چلید پیداست. من شما نیوزیلند برای چی رفتی؟ اینجا این کشور رو از کجا پیدا کردی؟ من همیشه آرزوام برآورده میشه. من بچه که بودم همیشه یه هواپیمای میاد ما رو برمی‌داره میبره اون بر دنیا، اونجا شب اینجا روزه. 32 سالم بودم اومدم نیوزلند. بسیار دبی زندگی میکردم قبلش. 5 سال دبی. کجا؟ چه مدت دبی بودید؟ 5 سال زندگی میکردیم دبی با پدر بچه‌ها، اونجا شرکت داشتیم زندگی میکردیم. اوکی. خب حالا مسئله و مشکلی که دارید یا سوالی که دارید چی عزیز؟ آره میخوام برم آقای دکتر، من مشکل روانی دارم. بسیار، شما کاملا یه آدمی هستید، یه ویژگی های روانی دارید، ولی شاید کمی خفیف بوردرلاین رو دارید، شاید حالت های منیک دیپرشن رو دارید، کمی شخصیت ایسیانی افسردگی دارم، هیجانی دارید، همین رو میدونم.
استراب، افسردگی، کمی هم خشمگینی، همین ها گیر میده دیگه به همه آره چیز. زود عصبانی میشم، یاب خیلی زود به برمیخوره وقتی میفهمم که قدر ما نمیدونه طرف، کاری که براش کردم هیچ نفهمیده. کس قدرتون رو نمیدونه، نگران نباش، قرارم نیست بدون. دنیا اینجوریه دیگه، شما بپذیرید مردم این گونه قدر نمیدانند. حالا باید چی کار کنم من؟ هیچی، شما یه دکتر خوب پیدا کنید، برید اونم دیوونه کنید که به جمع دیوانگان بپیونده. شما رو پیدا کردم آقا دکتر، شما من دیوونه شده متوجه دست شدم، برمیداد است که من و شنونده های خوب و عزیز رو شما به جنون رسوندید دیگه. علتی هم که معلوم شد شما از من خوشتون میاد، من از شما خوشم میاد، گفتن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. بنابراین تکلیف روشن شد، بنابراین کنار همسرتون بمونید، با مادرتون هم سر به سر نگذارید، ایشون هم اونجاست بذاره زندگیشو بکنه، حالا که تنها جاییست که بهش پناهی دادن. مواظب باشید تو کار بچه ها و دختراتون هم دخالت نکنید، بذارید اونا زندگیشون رو بکنند و ایام رو بگذرونید، دلیل نره خودتون اینقدر اذیت کنید عزیز. بله، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی محبت کردم آقای دکتر، خواهش کن، باز خیلی خوشحالم که چه نتیجه‌ای نگرفتم از مشکلات. نه حتما نمیگیرید، ببینم به آرزوم رسیدم که با شما صحبت کنم. ببینید اینم همون آرزوها بود که پاسیل بپرید برید یه جا، به هر حال پریدید. مواظب خودتون باشید، خودتون رو اذیت نکنید، این دارم دست از این فکرها و حرفها و گذشته بردارید، یه کمی به حال و آینده نگاه کنید، مطمئنم حالتون بهتر میشه. برای دختر بانوی باهوشی هستید، ولی متاسفانه خیلی کاراتون عاقلانه و واقع بیدن نیست، اونم یه کوشش کنید درست میشه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنونم، قربون شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار.